سلام میکنم به همه شما. من امیر محسن صابرماهانی هستم و قراره توی این سری آموزشی نرم افزار ریویت رو به صورت کامل به شما آموزش بدم و قراره توی اولین جلسه از این سری آموزشی در رابطه با مفهوم بیم و کد و تفاوت‌های اون با هم دیگه صحبت کنیم و همینطور قرار هست که واژه دیزاین و مدلینگ رو به صورت کامل توی این نرم افزارها درک کنیم. خیلی مهمه که قبل از دیدن ویدئوهای خود آموزش نرم افزار ریویت اول از همه این مفاهیم رو درک کنی. وقتی که درکش کردی بری سر وقت نرم افزار، چرا که دیگه اونجا هیچ ابهامی برای شما باقی نخواهند بود. پس در نتیجه این ویدئو رو تا انتها ببین و کامل مفاهیمی که بهت گفتم رو یاد بگیر. اگر احیانا هر سوالی برات پیش اومد که توی ویدئو بهش پاسخ ندادیم، میتونی این قسمت پایین بیای سوالت رو برای ما کامنت بذاری و ما هم سعی میکنیم که در کوتاه‌ترین زمان به سوال شما پاسخ بدیم. خوشحال میشیم که این چنل رو سابسکرایب کنی و به دوستات هم معرفی کنی و از اونجایی که یوتیوب معمولا بعد از سابسکرایب کردن به خاطر اون آی پی آی مربوط به ایران یا وی پی آنی که ما استفاده میکنیم ممکنه ما رو ربات تشخیص بده، یه دونه لایک و دیسلایک روی این ویدیو بزنی و که دیگه یوتیوب هم شما رو ربات تشخیص نده. بریم یادش. روند طراحی از گذشته تا امروز چه تغییراتی رو داشته، اما من میخوام یه دستبندی کوچیک انجام بدم تا این مفهوم رو کامل درک کنی. زمانی که شما در گذشته میخواستید یک پروژه رو طراحی کنید، اتفاقی که میافتاد باید این پروژه رو به صورت دستی روی شیت ها و کاغذ های مختلف طراحی میکردی. یعنی توی یک شیت ممکن بود بیای اون نقشه اصلی رو بذاری، ستون گذاری رو بیای مشخص کنی، شاید اون دتیل های اجرایی رو بیای اینجا براش ببینی و در نهایت شیت های متفاوت رو به وسیله یه دست می اومدین، اونها رو میکشیدین و جلو میرفتین و در نهایت تبدیل میشد به اون پروژه‌ای که آماده اجرا میشد. اما با پیشرفت صنعت ساختمان دیگه کار دست پاسخگوی نیاز افراد نبود و نیاز داشتن که این پروسه دستی رو یه مقدار سریعتر بیان انجام بدن. پس در نتیجه اومدن از یک سری از نرم افزارها استفاده کردن که بر پایه کد بود. کلمه کد به معنی چیه؟ به معنی کامپیوتر ایدد دیزاینه، به معنی طراحی به وسیله کامپیوتره. توی این پروسه CAD اتفاقی که می افتاد اون روند دستی هست نمی شد، بلکه اون اتودهای اولیه با استفاده کردن از همین روند دستی انجام می شده و در نهایت توی نرم افزار CAD اون دیتیل و جزئیات به کار اضافه می شده و در نهایت تمامی ترسیمات رو اونجا خیلی سریع می اومدن انجام می دادن. خب وقتی که توی CAD تمامی ترسیماتشون رو انجام می دادن، سرعت کار بالا و بالا و بالاتر رفت تا جایی که باز هم صنعت ساختمان پیشرفت کرد و دیگه نرم افزارهایی که بر پایه کد بودن نیاز ما رو برآورده نکردن. در نتیجه اتفاقی که افتاد اومدن رفتن سر وقت یک صنعتی تحت عنوان صنعت بیم، یه سری نرم افزار رو تولید کردن که بر پایه بیم بود. خود بیم به معنی چیه؟ به معنی بیلدینگ information modeling هسته، به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمانه. توی این پروسه بیم اتفاقی که افتاد اومدن تمامی اطلاعات ساختمان رو مدل سازی کردن. یعنی پروژه رو اول به صورت دستی و بعد توی نرم افزار CAD اومدن پلان های اون رو طراحی کردن، دیزاینش کردن و بعد که به مرحله اجرا رسید رفتن سر وقت نرم افزارهایی که بر پایه بیمن و اونجا شروع کردن اطلاعات ساختمان رو مدل سازی کردن. چرا که مدل سازی کردن اطلاعات ساختمان منجر به این میشد که ما بتونیم بیایم تمام خروجی های کارمون رو با تمام جزئیات از نرم افزار داده ها رو بگیریم. یعنی اینکه بیایم متر کنیم، برآورد کنیم و از طرفی وال سکشنامون رو داشته باشیم و تمامی دیتیل های ساختمان رو همه و همه رو مدل سازی کنیم. یعنی مثلا فرض کن توی نرم افزاری که بر پایه بیمن، وقتی که تو یک دیوار میخوای بیای بکشی،
این دیوار فقط یک دیوار نیست، این دیوار پر از جزئیاته. یعنی اینکه مشخص میکنی یه لایه پلاستر داری، بغل لایه پلاستر یک لایه گچ زیرکار داری، یک لایه گچ رومال داری و در نهایت هم پوشش نهایی رنگ روی این اتفاق میفته. یا این سمت ممکنه یک لایه سیمان محافظتی داشته باشیم، یک لایه عایق ممکنه این قسمت داشته باشیم، مجدداً یک لایه سیمان محافظتی داشته باشیم، روی این ممکنه ما یک لایه ملات داشته باشیم، سنگو داشته باشیم و تمامی این اطلاعات رو باید همه و همه رو توی نرم افزار وارد کنیم. اما نرم افزارهایی که بر پایه کد بودن، ما فقط برای دیوار می اومدیم ضخامت دیوارمون رو مشخص می‌کردیم و تموم می‌شد بی‌رفت، دیگه اهمیتی نداشت که چه جزئیاتی رو دارن. اما توی نرم افزارهایی که بر پایه بیم هستن، باید تمامی دتیل و جزئیات و اطلاعات ساختمان رو بیایم اینجا وارد کنیم. خب وارد کردن این اطلاعات به ما کمک میکنه که ما بتونیم بیایم به سادگی متوجه بشیم که چه میزان گچ توی پروژه اومدیم استفاده کردیم یا چه میزان آجر قرار ما بیایم توی این پروژه استفاده کنیم، یا اینکه بتونیم تمامی دتیل ها و جزئیات رو با ابعاد و اندازه درست و صحیح و دقیق همه رو داشته باشیم و بتونیم کار رو ببریم سمت اجرا. پس در نتیجه توی صنعت بیم ما تونستیم بیایم تمامی این کارها رو به صورت همزمان انجام بدیم. زمانی که شما پروژه‌تون رو توی نرم افزاری مثل نرم افزارهای بر پایه کد جلو می‌بردین، اگر که فرض کنید قرار بود این دستگاه پله آسانسور موفش بیاد اینور، ناچار بودین تمامی پلان‌هاتون رو ادیت کنید. اما توی نرم افزارهایی که بر پایه بیم هستن، وقتی که شما میای این شفت آسانسور رو برمی‌داری می‌بری اینور، اتفاقی که می‌افته تمامی پلان‌ها، نماها، مقاطع شما در لحظه تغییر می‌کنه. پس دیگه نیازی نیست تک به تک برید اونجا و بخواید ویرایش کنید. این میشه مفهوم بیم که بسیار تا بسیار مفهوم پرکاربرد و به درد بخوریه. اما این صنعت بیم فقط به همینجا ختم نمیشه. زمانی که شما از اتوکد یا نرم افزارهایی که بر پایه کد بودن استفاده میکردین، اگر که فرض کنی مهندس معمار طراحیش رو انجام میداد، سازم طراحیش رو انجام میداد، مکانیک هم میومد کارش رو انجام میداد، یعنی اینکه تاسیسات مکانیکی شما و الکتریکال شما هم میومد اونجا هم انجام میداد، حالا اگر این وسط یه تغییری رخ میداد، همه اینها باید تمام داده ها رو میومدن تغییر میدادن و از طرفی این فایل ها هیچ گونه کانکشنی با هم دیگه نداشتن. اما یکی از محاسنی که نرم افزارهای بر پایه بیم هسته اینه که شما میتونین بیاین توی تمامی این دیسیپلینا شروع کنین کار کردن. یعنی اینکه شما توی نرم افزاری مثل نرم افزار ریویت که بر پایه بیمه، ما یک دیسیپلینی داریم به اسم آرکیتکچر که اونجا مباحث مربوط به معماری رو جلو میبریم، یه دونه استراکچر داریم که مباحث مربوط به سازه رو جلو میبریم و یه دونه مپ داریم این قسمت که مبحث مربوط به مکانیک و الکتریکالمون رو میایم از اونجا جلو میبریم. اما حسش اینه که این فایل ها همه به هم دیگه وصل میتونه باشه و شما میتونی بیای با یه تغییر توی یکی از این فایل ها تمامی تغییرات رو توی مابقی دیسیپلین ها هم ببینی و از طرفی خیلی مهمه، شما میتونی تمامی تداخل ها رو ببینی. در گذشته یه مشکل بزرگی که پیش می اومد این بود که آقا ما یک سری تداخل بین مکانیک و سازه داشتیم، بین سازه و معماری داشتیم. اما وقتی که شما اطلاعات ساختمانت رو توی نرم افزارهای بر پایه بی مدل سازی کنی، تمامی این تداخل ها رو میبینی. پس در نتیجه میتونی بیای از انجام کارهای دوباره توی اجرای ساختمانت جلوگیری کنی. حالا این وسط الان با اومدن این نرم افزارهایی که بر پایه بیم هستن، آیا اون پروسه دستی و پروسه کدی دیگه حذف خواهد شد؟ قطعا نه. ببین روند کار ساده تر شده. توی نرم افزاری مثل کد شما اون کارهای دستی رو که انجام دادی رو میای به صورت کدی در میاری، یعنی در ابتدا اتودهای دستی طراحیت رو روی کاغذ میزنی، توی نرم افزار کد جزئیات بیشتری میدی و کار رو به صورت فاز یک در میاری و توی نرم افزارهای بر پایه بیم وقتی که قرار شد کار آماده اجرا بشه، میای شروع میکنی به اون دیتیل ها و جزئیات ها رو پرداختن و در نتیجه کار به صورت فاز دو و آماده اجرا در میاد. پس در نتیجه تمامی این روند باید همگیش دونه بدونه انجام بشه تا به اون پروسه بیم برسیم. پس در نتیجه قرار نیست اگر تو نرم افزار ریویت یا نرم افزارهای بر پایه بیم رو یاد گرفتی، بخوای بیای تمام اون پروسه ها رو بیای حذفش کنی.
اگه که شما به این ورک فلوی که اینجا گذاشتم نگاه کنید، متوجه میشین که نرم افزارهایی که بر پایه بیمن توی بحث دیزاینش زمان بسیار زیادی میبره. چرا که شما وقتی که میخواین بیاین طراحیتون رو بر پایه بیم انجام بدین، نیاز هسته که یه عالمه داده و اطلاعات رو وارد کنیم. پس در نتیجه خیلی برای ما مقرون به صرفه نیست که بخوایم بیایم توی نرم افزارهایی بر پایه بیم پروسه طراحی رو انجام بدیم. اما اگر که به نموداری که مربوط به CAD هسته دقت کنید، میبینید نرم افزارهایی که بر پایه CAD هستن به لحاظ طراحی زمان بسیار کمی رو میبرن، چرا که شما اونجا هیچ دیتیل و جزئیاتی رو نیاز نیست که بهش پرداخت کنید و فقط میایم به صورت دو بعدی و چهار تا تون خط ساده میایم پروسه طراحیتون رو انجام میدید. اما به لحاظ مستندسازی پروژه و کوردینیشن زمان بسیار زیادی رو میبره، در صورتی که نرم افزارهایی که بر پایه بیم هستن چون تمامی دیتیل و جزئیات اون مدل سازی شدن، توی بحث داکیومنتیشن یعنی همون مستندسازی و کوردینیشن زمان بسیار کمی رو میبره و شما خیلی سریع میتونی بیای از نرم افزار خروجی بگیری. اینجا شما به اون صحبت من میرسی که همیشه میگم نرم افزارهایی که بر پایه بیمن برای پروسه طراحی هم میتونن به شدت مناسب باشن و هم میتونن به شدت مضر باشن. به صورت پیش فرض برای اون پلانهای عادی که دارید طراحی میکنید معمولا به دردتون نمیخوره که بخواید مستقیما توی نرم افزارهای بیم کار کنید، چرا که شما اون پلانهای عادی و معمولی که دارید کار میکنید رو طراحیش رو اگر توی اتوکد انجام بدید و بعد توی نرم افزار ریویت از همون خط و خطوط بی آی استفاده کنی، سرعت کار شما رو بسیار بالا میبره. اما یه زمان هسته که شما یه کانسپت حجمی داری و قرار هست یک حجم بسیار ویژه رو داشته باشی. فرض کن قرار هست موزه هیدرعلیوف رو بیای مدل سازی کنی یا چیزی شبیه این رو. خب طبیعتاً در ابتدا ممکنه شما یه کانسپت حجمی بخوای داشته باشی، باید بری توی محیط کانسپچوال ماس و اونجا مدل سازیش رو انجام بدی. وقتی که اونجا انجامش دادی، اون موقع بیای سر وقت نرم افزار ریویت و تو محیط پروژکت خود ریویت بیای اونجا سکشن های مختلفی رو از کانسپت حجمیت بیای بزنی و طراحیت رو اونجا بیای شروع کنی. البته توی همون قسمت هم بعضی اوقات ما یک اکسپورت CAD میگیریم، جزئیات میدیم و مجدد برمیگردونیم. این بسته به شما داره که چه روندی رو باهاش راحت تر باشی. پس در نتیجه حواست باشه بهترین حالت و ایدئال ترین حالت برای ما اینه که پروسه دیزاین رو توی اتوکد به صورت کلی انجام بدیم و همون رو بعد بیاریم توی نرم افزاری مثل نرم افزار ریویت یا نرم افزارهای مشابه که بهتون میگم کدوم ها هستن، بیاین اونجا پردازش نهاییتون رو انجام بدیم. حالا ما چه نرم افزارهایی رو داریم که بر پایه CAD هستن و چه نرم افزارهایی رو داریم که بر پایه بیم هستن؟ نرم افزارهای CAD خیلی زیادن، بالای 20 تا نرم افزار مختلف داریم که معروف ترینشون همون نرم افزار اتوکدی هست که همه ما استفاده میکنیم و به شدت نرم افزار خوب و عزیز و دوست داشتنیه. اما نرم افزارهایی که بر پایه بیمن اونم تعدادشون بد نیسته. نرم افزاری مثل نرم افزار ریویت، نرم افزار آرشیکد، تکلا استراک، نرم افزاری مثل وکتور ورک، آلپلان، نویس ورک و یا لمه نرم افزار دیگه که ممکنه شماها اسمش رو نشنیده باشین. سوال اینه بهترین نرم افزاری که بر پایه بیم هسته آیا نرم افزار ریویتیه که ما داریم آموزشش میدیم یا همه اینا خوبن؟ جوابش چیه؟ جوابش خیلی ساده است. ببین همه نرم افزارها خوبن، اما وقتی که میخوای یادش بگیری باید اول به موقعیت جغرافیایی نگاه کنی و بعد از اون باید ببینید رفرنس های آموزشی برای کدوم بیشتر در دسترس شما هست. اگر که شما در ایران یا امریکا یا خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای مختلف دیگه داری زندگی میکنی و قرار اونجا کار کنی، نرم افزار ریویت به شدت محبوب و دوست داشتنیه و دارن از این نرم افزار استفاده میکنن. به لحاظ رفرنس های آموزشی هم بسیار رفرنس های آموزشی زیادی داره، پس میتونی خیلی سریع و راحت بیای یادش بگیری.
اما اگر قراره شما بری سر وقت کشوری مثل مثلا آلمان و اونجا قراره بری کار کنی، اونجا علاوه بر نرم افزار ریویت دارن از آلپلن و وکتور ورک هم استفاده میکنن. پس در نتیجه دونستن آلپلن یا وکتور ورک یا ریویت یکی از اینها برای شما ضروری میتونه باشه. حتی میتونم بگم آلپلن و وکتور ورک محبوبیت خیلی زیادی رو اونجا دارن. یا اگر که شما قراره در کانادا بری کار کنی، اونجا نرم افزار آرشیکد نسبت به نرم افزار ریویت میتونیم بگیم محبوبیت بیشتری داره. پس توی انتخاب نرم افزار حتما حواست باشه که توی کدوم موقعیت جغرافیایی قراره شما کار کنی. حالا که همه اینها رو دونستی به من پاسخ بده که آقا بهترین نسخه نرم افزار ریویت کدوم نسخه است و ما باید از چه نسخه ای استفاده کنیم. ببین همیشه یادت باشه بهترین نسخه هر نرم افزار آخرین نسخه اون نرم افزاریه. اگر امروز من میام به تو میگم بهترین نسخه اتوکد 2010، چون من مدرس تنبلیم کرده خودمو بروز کنم و میترسم تو سوال اضافه از من بپرسی، برای همین میگم بهترینش 2010 2011 یا دوستت تو 2011 کار کرده همونجا گیر کرده و برای اینکه تو سوال اضافی نپرسی میگی بهترینش همون 2011. اما بهترین نسخه هر نرم افزار همیشه آخرین نسخه اون نرم افزاره. در رابطه با نرم افزارهای اتودسک باید بگم که آقا این نرم افزارها همیشه یک سال جلوتر از بازار عرضه میشن. یعنی اینکه اگه ما الان سال 2023 هستیم، ما ریویت اتوکد 3D Max نسخه 2024 رو در اختیار داریم. پس اگر الان تو داری این ویدیو رو میبینی و توی سال 2023 هستی، باید نسخه 2024 رو نصب کنی، و اگر توی سال 2024 هستی نسخه های جدید و بروز و آخرین رو برید نصب کنید. اصلا نگران این نباشید که این آموزش رو من دارم میدم بر پایه نسخه 2024، نگران نباش. اول تو همین کانال تفاوت های بین 2024 و 2025 و غیر ازالک رو میگم، و دوم اگر خودت رو بروز نکنی روی یک ورژن گیر میکنی و اونقدر تفاوت ها هر روز بیشتر میشه که دیگه تو نمیتونی خودت رو بیای بروز کنی. پس برید سر وقت آخرین نسخه نرم افزار. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودید و خیلی خوشحالیم از اینکه این ویدیو رو تا انتها دیدین. این اولین جلسه مربوط به آموزش کامل نرم افزار ریویت بود. با دقت مفاهیمی که گفتم رو یاد بگیر، حتی برو گوگلشون کن، جستجوشون کن و بیشتر راجبشون مطالعه کن، و قرار هسته توی جلسات بعدی خود نرم افزار ریویت رو شروع کنیم به شما آموزش دادن. پس ما رو دنبال کن.